سلام حضور شما هموطنان عزیز ارجمند، شما همراهان همیشگی برنامه آشپزخانه شماره 3 مرغ داره میپزه. امروز ما میخوایم یه چلو مرغ زعفرانی درست کنیم، مشابه همون شیرین پلو، اما شیرین پلو رو وقتی میریزی قاطی برنج دم میکنی خیلی خوب نمیشه، یا حداقل این چیزی که ما درست میکنیم خیلی بهتر از اون میشه. ما میخوایم چلو مرغ زعفرانی با خلال نارنج درست کنیم. مواد حضورتون معرفی میکنیم، بعد میریم سراغ درست کردن این غذای خوشمزه. جون هم براتون بگه که دو تا تیکه مرغ میخوایم که ما گذاشیم با پیاز و یه ساق کرفس داره میپزه آروم آروم تا بوی زخمش هم گرفته بشه و پخته بشه. آبم لب به لب بود، جوشیده، الان شده انقدر. میایم این طرف خلال نارنج داریم که سه بار جوشوندیم، تلخیشو گرفتیم. زعفرون داریم، گلاب داریم، خلال بادوم داریم، خلال پسته داریم، لیمو داریم و هلی که توی آب جوش انداختیم، حدود 30 ثانیه جوشوندیم، کنار گذاشتیم. عطر و بوش رو به اون آبی که ته ظرف مونده بود که الان ریختیم داخل اینجا، این ظرف کوچیکمون هست که به خلال نارنج ما و مرغ ما یک عطر و بوی خیلی خاصی میده. آقا این دو تا مرغ ما انداختیم با پیاز که زخمگیره و ساقه کرفس داره میپزه، زخمش گرفته شده. این طرف ما شکر داریم حدود 200 گرم، دو تا لیوانم آب ریختیم توش، جوشوندیم. اونو جوشوندیمش تا حالت شهد پیدا بکنه. اینجا هستش. اگر فقط آب و شکر خالی باشه خلال نارنجا وابیدا از بین میره، به درد ما نخواهد خورد. پس تو این فاصله که مرغمون باز تبخ داره میشه، من این شیرهی که درست کردیم یا شهدی که درست کردیم رو میذارم روی اجاق. دوباره خلال نارنج رو باید بهش اضافه کنیم، اما اول لازمه که یک مقدار زعفرون بهش اضافه کنیم. این زعفرون ما اینجا هلم داشتیم که جوشوندیم، آب اون رو هم اضافه میکنیم. این هم آب هل. یه کوچولو گلاب هم الان میزنیم که به خورد نارنجامون بره، بقیهشون آخر سر میزنیم. خلال نارنج رو اضافه میکنیم، همش میزنیم تا با این شهد مخلوط بشه و یه مقدار بجوشه. بعد که جوشید نصف لیمو رو میزنیم که حالا اینا رو بعدا بهتون توضیح میدیم. اما تو همین فاصله من برنج میخوام آماده بکنم، چون این مرغ رو باید با برنج خورد، بسیار بسیار لذیذ و خوشمزه است. به تعداد نفراتی که هست این رو بکشید که گنجایش نهاییش 5 تا هست، یعنی برای 5 نفر. 1 2، چون من دوتا مرغ دارم دوتا کشیدم. با هر بار کشیدن 130 گرم برنج داخل این ظرف ریخته میشه، میتونید بخیسونیدش. آب لیمو رو، چه بویی هم داره، آب لیمو رو گرفتیم اضافه میکنیم به شهد و خلال نارنجی که سه بار تلخیش رو گرفتیم. این کار باعث میشه که اولا خوشمزه بشه، چون با ترکیب گلاب و هلی که جوشونده بودیم اسانسش رو میریزیم داخلش یا اون جوشوندهشو، باعث میشه هم طعم خوبی بده، هم مانع میشه از شکرک بستن این شهد ما. و اما اینجا ما خلال بادوم داریم، یه مقدار گلاب رو بهش اضافه میکنیم، خلال پسته هم داریم همینطور. با این گلاب خیس باید بخوره اینها، خوش بخوایم استفاده کنیم موقع خوردن اذیتمون میکنه. با شهدی که داشتیم، با مقدار زعفرون و گلاب و اون هلی که جوشونده بودیم ریختیم، جوشوندیم تا به این حالت در بیاد. یه کوچولو هم آب لیمو ریختیم که حالت شکرک نبنده و حالت شفاف و براق داشته باشه. طعم و مزه‌اش هم خیلی خوب میکنه. مرغ هم اگر ملاحظه کردید ما تو آب پختیم، آب اضافهش رو جدا کردیم، روغن ریختیم، یک کوچولو سرخش کردیم. حالا این مرغ زعفرانی با خلال نارنجمون به این روش اون شکل و شمایل زیبایی که ما انتظار داریم رو کم کم داره به خودش میگیره. شهدی که با این مواد جوشید رو روی مرغ می‌ریزیم به این حالت. حدود 20 دقیقه دیگه می‌ذاریم آرام آرام بجوشه و آماده بشه. برنجمون هم که گذاشتیم داره دم می‌کشه، بله آخرش. اون رو هم در کنار این سرو می‌کنیم. البته می‌تونیم این رو به عنوان خوراک هم، یعنی بدون برنج هم استفاده بکنیم. زیرش رو روشن می‌کنیم، درش رو می‌تونیم بذاریم و بهش فرصت بدیم توی این 20 دقیقه طعم و مزه اون هل و گلاب و خلال نارنج و شکر و زعفرون اینها رو بگیره. اما بهتره که یه مقدار خلالی که با گلاب خیس کردیم هم روش بریزیم.
و یه مقدار از خلال پسته. این هم تابلوی نقاشی خوردنی ما. امیدوارم که مورد پسندتون واقع شده باشه.